شروع ماه میلادی جدید در هفته جاری، یعنی از 4 تا 8 مارس، خبرهای متفاوتی را برای بیشتر ارزها در مارکت خواهیم داشت که به اختصار به آنها اشاره خواهیم کرد. روز دوشنبه 4 مارس از مهمترین خبرهای این روز اعلام شاخص قیمت مصرف کننده یا CPI کشور سوئیس می باشد. این شاخص معیاری برای اندازه‌گیری تغییر در قیمت میانگین کالا و خدمات مصرفی یک خانوار متوسطه. این شاخص نشان دهنده تورمی است که مصرف کنندگان در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند. سه‌شنبه 5 مارس برای ین ژاپن روز مهمیه. شاخص CPI برای این کشور در سشن معاملاتی آسیا اعلام میشه و همچنین سخنرانی نیز از سمت بانک مرکزی ژاپن خواهیم داشت. از اونجایی که میدونیم ین ژاپن در این چند وقت گذشته در پایین ترین سطح خود نسبت به چندین سال اخیر بوده، این سخنرانی در صورت مثبت بودن میتونه باعث تقویت این ارز در مارکت جهانی بشه. و اما شاخص خدمات مدیران خرید از طرف مؤسسه مدیریت تأمین آمریکا هم در این روز اعلام میشه. چهارشنبه 6 مارس در سشن معاملاتی آسیا GDP استرالیا اعلام میشه و شاخص PMI برای پوند انگلیس در سشن اروپا، نرخ بهره بانکی کانادا و سیاست‌های مالی بانک مرکزی این کشور و همچنین خبر تغییر غیر اشتغال کشاورزی یا همون شاخص ADP و سخنرانی پاول در سشن آمریکا رو داریم. توجه داشته باشی روز شلوغ و پرنوسانی رو برای بازار خواهیم داشت. پنجشنبه 7 مارس اعلام نرخ بهره و بیانیه سیاست‌های مالی برای حوزه یورو اعلام میشه و همینطور سخنرانی‌های از سمت بانک مرکزی حوزه یورو آمریکا خواهیم داشت و طبق روال هر هفته مطالبات بیمه بیکاری در آمریکا منتشر میشه. از مهمترین اخبار جمعه 8 مارس در سشن معاملاتی آمریکا شاخص نرخ بیکاری کانادا رو داریم، ولی مهمترین خبر این روز گزارش NFP یا تعداد مشاغل غیر کشاورزی ایجاد شده طی یک ماه گذشته ایالات متحده می باشد که میتونه در مارکت تاثیر زیادی بذاره. هفته پرسود و شادی رو براتون آرزو. Thank you.